سلام علیکم خدمت جناب دکتر شافعی عزیز، جناب دکتر غفور فرد عزیز و همه عزیزانی که پایین تر در این پست نظر دادن، سروران عزیز و دوستانی که احیانا این پیام صوتی این جانب رو گوش میکنن. مطلبی که اولا که خب ما بر مبنای فرمایش معصومین و آیه شریف قرآن گوش میکنیم، فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه، و یا اینکه گوش میکنیم به مطالب افراد، نگاه نمیکنیم کی چی گفته، مطالب حق رو از دل کفرم باشه طبق احادیث و روایات حکمت رو میتونیم بهره برداری کنیم. این یه مطلب که قطعا من دارم درس پرس میدم خدمت همه سروران عزیز. مطلب دوم، من خودم تو مقطع سال 88-89 رئیس کمیته امنیتی مجمع تشخیص مصلحت بودم، روی موضوع با حضور همه دوستان و نخبگان دستگاهی کار کردیم. آنقدر فاجعه بالا بود، آنقدر فاجعه عظیم بود، یک گوشه کوچولوش که داستان کهریزک بود وقتی به گوش رهبری رسید بسیار بسیار متأثر شد که اونجا چه اتفاق عجیبی افتاد، که از فشار روانی، نه شکنجه‌ای آنچنانی، فشار روحی روانی، 3-4 نفر اونجا شهید شدن. یکیش رول فرزند روح الامینی بوده، عرازل اوباش رو به جون مردم انداختن. من متاسفم سروران عزیزی مثل جناب آقای دکتر غفوری فرد عزیز، شخصیت پاک که ارادت دارم به ایشون، کار به حرف آقای احمدی نژاد ندارم. 2-3 سال بعد از اون حوادث مصاحبه‌ای توسط رسانه‌های اصولگرا پخش شد، آخرین مصاحبه سردار شهید همدانی، همین الان با همین عنوان سرچ کنید، البته من خودم سرچ میکنم برای شما میارم اینجا بعدش. آخرین مصاحبه سردار شهید همدانی رو شما سرچ کنین اینترنت، ایشون صحبت میکنه راجع به سوریه، کارهایی که برای امنیت اسد انجام دادن و و و اینا، بماند تو سوریه چه کارهایی کردن. ازش سوال میکنن که امنیتشون در مقطع 88 رئیس قرارگاه سارالای تهران بودن. البته من کل اون داستان رو چون از 0 تا 100ش میدونم و وارد خیلی از جزئیاتش نمیخوام اصلا الان بشم، اینا بماند فعلا. ایشون تو مصاحبه رسما، اینکه چرا این مصاحبه اتفاقا برای اولین بار خود دوستان مثلا خبرگزاری فارس، خبرگزاری جوان که مشخص منتسب به کجاست، اونها هم پخش کردن. سال فکر کنم 92 بود 93 بود، تو اون مقطع 3-4 سال بعد از اون حوادث. اصلا اینکه چرا پخش کردن این مطلب رو هم برام جالبه. هیچ کس نه تنها تکذیب نکرده، بلکه به نقل از اونها سایت های دیگه هم مفصل زدن. ایشون اونجا خاطراتش رو ریز میگه که من در سال 88 برای ایجاد امنیت در تهران 5000 عرازل و اوباش رو سازماندهی کردم در 3 گردان، و چجوری در کدوم منطقه. البته ایشون داره میگه اون دوستان اطلاعات و امنیت هم که الله بماند توضیح میدن که امنیت رو با اونها من ایجاد کردم. حالا این یه قسمت قضیه. بعد جالبه که میگه این خاطره، ایشون خودش میگه تو همین مصاحبه، میگه من این کار رو بر مبنای تجربه‌ای بوده که در سال 78 در سرکوب یا در آرام کردن دانشجویان خوابگاه دانشگاه اونجا انجام دادم. یعنی اونجا هم 250 عرازل اوباش رو سازماندهی کردیم، که حتما اونجا هم شنیدین در اون مقطع که حضرت آیت الله آقای امجد نماز میخوند در کوی دانشگاه، بعد از اون فاجعه بسیار بسیار ضربه روحی دید و به رهبری منتقل کرد، و بعدم رهبری هم شنیدین چی گفت که با
بعد از اون داستان که از بالای ساختمان ها دانشجوها رو پرت میکردن اراذل اوباش بیرون، آیات قرآن و کتاب های قرآن دانشجو تو کوی دانشگاه رو زیر دست پا له کرده بودن و آتیش زده بودن و یک جنایت عجیب و غریب که یک گوشش باز همون موقع هم که به گوش رهبری رسید گفت قلب منو جریحه دار کردن اینا. حالا این که سردار شهید همدانی دو سه سال اونم بعد از شهادتش به نظرم این مصاحبه پخش شده، این که چرا پخش شده، این که چرا آیا این مطلب توی مصاحبه ایشون بود یا نبود، چون پخش شد، چون الان من چیزهای دیگه هم شنیدم که اونا بماند فعلا، ولی به اسم ایشون تمام شد که ایشون این کارو کرده. خب این تا اینجا رو داشته باشین تا من یه خاطره دیگه ایرم خدمت دوستان عزیز بگم که این اراذل اوباش کیان. این اراذل اوباش رو برای اینکه مقداری بشناسیم کیان، من در سال 1386 یه مقداری برمیگردیم به عقبتر، دو سال قبلش خب که گرس کردم رئیس کمیته امنیتی مجمع تشخیص بودم، اونجا هم از مدیران دستگاه ها، نماینده های دستگاه ها، نماینده های نخبگان، خب همه جلسات کمیته همون می اومدم. ایام سال 86، 85، 87، قبل از 88 خلاصه بود، من الان تاریخ دقیقی تو ذهنم نیست، فقط میدونم که آقای احمدی مقدم سردار فرمانده نیروی انتظامی بود اون مقطع، آقای رادان هم قائم مقامش، سردار رادان. سردار رادان به هر حال از زمان قدیم از دوستان بود، زمانی که من جانشین رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مواد مخدر بودم ایشون فرمانده سیستان و بلوچستان بود، زحمات زیادی در مبارزه با قاچاقچیان کرد که یه بار بازدید کردم تقدیرش هم کرده بودیم. حالا تو این مقطع ایشون یه برخورد جدی داشت علیه اراذل اوباش در تهران، اگر یاد دوستان باشه سر و صدایی هم کرد، چون یکی از کاراشون این بوده که گردن این اراذل اوباش آفتابه آویزون کرده بودن تو تهران، محلات مربوطه که جنایت میکردن میچرخوندن. من یکی دو تا از این دوستان کمیته امنیتی ما خیلی ناراحت شده بودن که این چه کاریه که ایشون داره میکنه، این انسان ها هر جنایت هم که کرده باشن اینا حرمت دارن، ولی من دیدم یه معترضن، گفتم اشکال نداره، من مجموعا خواستم که سردار رادان به عنوان قائم مقام فرمانده ناجا بیاد یه گزارشی بده و دعوت کردیم، ایشون هم بنده خدا پذیرفتن، هفته بعد اومدن توی مجمع تشخیص جلسه کمیته امنیت گزارش دادن در مقابل 15 نفر عضو کمیته از جای مختلف. میخوام فقط دوستان برای اینکه بدونن که این اراذل اوباش کی بودن که سردار همدانی اونجا اشاره میکنه من اینا رو سازماندهی کردم برای خابوندن اعتراضات در تهران. عرض به حضور شما کنم که تو جلسه ایشون میاد تمام ابزارالات این اراذل اوباش رو به نمایش میذاره. من از شرم دارم که اینجا بگم، مستاق به مستاق با پاورپوینتی که را داده و تصاویری که گذاشته بود، ببین این نشون میداد این فرد به این اسم ایشون تو این محله جلوی مثلا مردم، جلوی مردم به این خانم، این آقا همونجا جلوی همه مثلا چه کار کرده که من عرض کردم یه مقداری از واقعا اذیت میشم که اینو بگم. اونقدر نش گفته توضیح داده تو این جلسه یک ساعت دو ساعته، اون آقایونی که معترض بودن چرا آفتابه به گردنشون آویزون کردین تو اون جلسه، گفتم والله اینا را که میکشتین هم حقتون بود. خب میخوام ببینم نظام چرا، کی همچین اجازه ای رو داده که ایشون بیاد، حتی اونجا با افتخار ایشون میگه تو مصاحبهش هست، الان من پیدا میکنم براتون میارم مصاحبه رو همینجا بخونین، قسمت های آخر مصاحبه است که با افتخار میگه یکی از این همین اراذل اوباش که ما این 5000 نفر اراذل رو در سازماندهی کردیم در سه گردان، یکیش به اسم آقای ستاری نامی مجروح میشه و یه سال بعدم شهید میشه ایشون. من داستان غم انگیز این اراذل اوباش رو چه تو این دوره چه دوره قبل آقای احمدی نژاد که این اشاره میکنه، اولین پاسخگو و مسئول خود ایشون باید باشه که در اون مقطع رئیس جمهور بودن و بماند که اصلا از نظر بنده اون فتنه بزرگ کارهایی بوده که اون دوره اتفاق افتاد که واردش نمیخوام الان من بشم، و واقعا غم بزرگ و درد بسیار بزرگیه که مظلومیتش الان داره میبینیم که مهندس موسوی مظلوم اول اون قضیه هستش به آقای کروبی و خانم مهندس موسوی. بنابراین مسائل حقایق پشت صحنه بسیار بسیار دردآوره
من فقط یکی دیگه از اون افرادی که زنده مونده بودن تو کهریزک، یکی از دوستان خوبمون که از آشنایانشون بودن، از اصولگرای مجمع تشخیص، جناب آقای دکتر علی احمدی که نماینده مجلس هم بودن، نماینده مجلس از ممسنی شیراز و فارس، اونجا اون علی احمدی که الان هم هستن در مجمع تشخیص دبیرخانه، ایشون یکی از اینا رو دعوت کرد، از جوانانی که پدرش با پسرش دستگیر شده بود، تو کهریزک بود، وش لحظه به لحظه شاهد جنایات این اراذل اوباش توی کهریزک با مدیریت نیروی انتظامی. این دیگه فرد حتما یاد دوستان هستش که رئیس فرمانده منطقه اون کهریزک رو دستگیرش کردن و برخورد کردن و والا چی شد نمیدونم با آخرش. منظور این آقایی که اونجا عرض به حضور شما کنم اومده گزارش تو مجمع به اسم امید رسولی که اسمش هم یادم نمیره، من کاری نبودم، آقای احمدی من چون رئیس کمیته امنیتی بودم با ایشون ملاقات داشتم، خواهش کرد از من که من اتفاقا جلسه هم داشتم، خواهش کرد از من که من اون جلسه رو نرم بیام حضور داشته باشم. یک ساعت و نیمی که ایشون صحبت کرد، من و آقای علی احمدی از اول تا آخر تو جلسه که با حضور پدرش بود گریه می کردیم که میگفتیم اگر این حرفای ایشون فیلم بشه الان پخش بشه، مردم سر تا سر این حکومت و مملکت با آتیش میکشن. اینقدر فاجعه بزرگ بود، همون اتفاق چند روزه که تو کروزه افتاد، اینکه تو خیابونا چه اتفاق افتاد بماند. کجای اسلام، من میخوام بگم کجای اسلام به ما اجازه میده که ما برای رسیدن حتی برای هدف مقدس از این روش های بسیار بسیار پلید و کثیف استفاده کنیم و از این آدمای کثیف، این آدمایی که شما کارنامه این اراذل اوباش رو تو طول این 100 سال اخیر بررسی کنین چه کارهایی که نکردن. ببخشید سرتون رو درد آوردم، من این بحث رو چون تو یک از کانالای دیگه ای که باز بچهای خود ما بودن گذاشته بودن همونجا مجبور شدم توضیح بدم، اینجا هم گفتم برای اطلاع برادر ارجمندم جناب آقای غفوری فرد، من الان این مصاحبه سردار همدانی رو که خودش اعتراف کرده رو میذارم، اینکه چرا کرده نمیدونم، اونا نمیدونمش، البته تحلیل‌ها و تفسیرهایی هست چرا پیش قدم شدن خود رسانه های دوستان عزیز اصولگرامون، دوستان سایت جوان و سایت فارس، اولین بار اینا خودشون پخش کردن، بعد به دنبال اینا سایت خبری میزان قوه قضاییه اینا منتشر کرد، تابناک آقای رضایی منتشر کرد و و و بقیه همه اینو منتشر کردن. من الان یکی از اینا رو پیدا میکنم میذارم دوستان این مصاحبه رو بخونن. این مصاحبه این قسمت اراذل اوباشش قسمت های آخر مصاحبه هست. یا الله موفق و معید باشید.